سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده طی بیانیه‌ای اعمال خشونت آمیز سربازان اسرائیلی علیه غیر نظامیان فلسطینی را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا با این اعمال خشونت آمیز برخورد کنند در بیانیه سازمان جهانی نفع خشونت که نسخه ای از آن برای شی ویوز ارسال شده آمده است به گزارش منابع موثق سربازان اسرائیلی یک دختر فلسطینی را به بهانه حمل سلاح سرد و حمله به سربازان در منطقه بابل آمود در شهر قدس هدف گلوله قرار دادند وزارت بهداشت و درمان کشور فلسطین رسما جان باختن فاطمه عفیف عبدالرحمن دختر 16 ساله فلسطینی را تایید و اعلام کرد که این دختر ساکن شهر رام الله بوده است این بیانی افزود طبق شواهد عینی بیش از 20 گلوله از سوی سربازان اسرائیلی به بدن این دختر 16 ساله شلیک شده و او را کشته و سربازان اسرائیلی بدون هیچ توجهی به این دختر او را بر روی زمین رها کردند. سازمان جهانی نفع خشونت ادامه داد ما این جنایت را محکوم و آن را ادامه حرمت شکنی و سرکوب غیر نظامیان فلسطینی به دست سربازان اسرائیلی می دانیم که این امر گویای شدت بی احترامی و کم ارزش بودن جان و ناموس فلسطینیان در نزد اسرائیلی هاست و این در حالی است که جامعه جهانی سکوتی تعجب برانگیز را اختیار کرده است. سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده در پایان بیانیه خود از جامعه جهانی و همچنین سران کشورهای اسلامی و عربی خواست تا با اقدامی فوری به این جنایات پایان دهند و پای گذار صلح و امنیت و سلامت برای ساکنان کشور فلسطین باشند.